درود بر همه عزیزانم. خیلی 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 خوش اومدید. دلم برای همتون تنگ شده بود. رفته بودم داشتم دفتر دستکمو می آوردم. این میدونید که من همیشه کارام هر کاری هم بکنم بالاخره آخر کار بعد عقب بیفته کارم. این دوتا دخمل من هی میدونن این ور اون ور. من این برق رو فقط از جلو دست اینو بکشم. درود بر همه عزیزان، خیلی خوش اومدید، خیلی لطف کردید، تشریف آوردید و دلم برای همه تون خیلی تنگ شده بود. خیلی خوشحالم که میایید، میبینم تون. فقط خواهش میکنم که وقت کیفیت صدا و تصویرمونو خودتون لطفاً چیز کنترل کنید دوستان، چون که عرض کنم به حضورتون که این تصویر اینترنت میدونید همچین جاش مرتب نیستش. عرض کنم به حضور عزیزا، سلام عزیزم، سلام به روی ماهتون. ببخشید من از بالا ندیدم دوستان، یه ببینم یه سلام برای همه تون بفرستم. آقای مت، آقا فرهاد، آقای طور خدا اسمایی بذارید من بتونم بخونم، جناب صادق، جناب سپر، جناب آقای پرهام فکر میکنم، ببخشید اگه اشتباه، آقا مشتبای گل، جناب صادق، به به، عرض کنم به حضورتون که حالا من اونایی که آقا ایران وطن، موم، باریکلا، آقا امید، درود به روی ماهتون، بهروز عزیزم، این آقا بهروز ما اگه نباشه که اصلا کار ما پیش نمیره. سرور بنده و واقعا افتخار من جناب استاد نمکی شهناز، سرکار بانو شهناز، مهدی جان، پرشین، آیلا، به به، جناب آقای رشنو که واقعا ایشون، جناب آقای رشنو در معرفی تکاوران دریای ایران خیلی زحمت کشیدن. امیدوارم که امشب این افتخار رو داشته باشیم که ببینیم چند نفر ها. سرکار مریم خانم که عزیزن، همیشه تشریف دارن، کوروش جان و بانو توبا، عرض کنم آدیو کتاب، ببخشید آقای کوروش، به به، سرکار بانو نرگس خانوم، مرسی مرسی عزیزان که تشریف آوردید، آقای رضا تهرانی و بسیار بسیار دوستای دیگه. حالا ببخشید دیگه من از اون بالا 63 نفر همینطور بخوام بگم بیان پایین طول میکشه. جناب استاد طاهری، امشب دوستان من میدونید که لایوای قادسیه من ناقص موندش و اومدیم تا ابتدای نبرد قادسیه. دوستان کیفیت داره لایومون؟ دوستان عزیز، یکی از آقایون به نام آقا مهدی میفرمایند که کیفیت نداره. بفرمایید که آیا این لایو کیفیت داره یا نه، خواهش میکنم. یعنی الان کیفیت و تصویر و صدای بنده رو دارید؟ خواهش میکنم بفرمایید. بانو ویدا خوش اومدید، جناب دلتنگ، آقا نیمای عزیزم خوش اومدید، مرسی مرسی عزیزم، مرسی
پرهام جان، با آقای دکتر سیامک، ایشون دامپزشک هستند و واقعا باعث افتخار بنده است ایشون تشریف میارن. به همین دلیل بله جناب آقای رشنو، آقا بابک عزیز، عرض کنم که جناب استاد طاهری فرمایش کردند که به مناسبت، یعنی اینو جناب استاد طاهری حقیقت بنیانگذار لایو امشب هستند، بینام طاهری، ایشون فرمایش کردند که اگر موافقی ما امشب ما به یاد جان باختگان وطن در نبرد قادسیه لایوی بذاریم. این لایو به یاد دلاورانیه که از 23 تا 28 آبان در سال 15 هجری قمری یا 636 میلادی در منطقه قادسیه در عراق عرب که در اون روز بهش میگفتن حیره و جزوی از ایران بود، این دلاوران جان باختند، خصوصا افسران و آرتشیانی که اسوران ویژه گارد جاویدان بودند. بر اساس آنچه خود اعراب میگویند، در هنگامی که رستم فرخ هرمز کشته شد و همه چیز از هم دست رفته بود و ارتش شکست خورده بود، 3000 نفر از این اسوران یا سواران گارد جاویدان به دور پرچم ملی ما درفش کاویانی حلقه زدند، زانو بر زمین زدند و تا آخرین نفر کشته شدند. تمام سربازان گارد جاویدان به دور پرچم درفش کاویان حلقه زدند و تا آخرین نفر توسط اعراب قتل عام شد. چو ایران مباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. از کنده شد رنگ و بوی، سراسر به ویرانی آورد روی. دریغ است که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. همه سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. یکی از کسانی که از خاک میهن در خرمشهر خونین تا آخرین نفس دفاع کردند، از گردان یکم تکاوران دریایی بوشهر، جناب حمزه حسن نژاد تشریف دارند. من درود میفرستم به ایشون و باعث افتخار میدونم تشریف فرمایی ایشون رو. من یکی از چیزها رو میفرمایند، یکی از کامنت ها رو پین کنم. چشم، پین کردم. جناب امشب لایو امشبمون، جناب استاد طاهری به من این اجازه رو دادن که من در این صفحه میزبان باشم، با اینکه لایو مال ایشونه. جناب استاد طاهری در لایو فرمایش خواهند داشت و بعد از ایشون و در کنار ایشون و دوست بسیار بسیار عزیز ما استاد علی بالایی که در زمینه شاهنامه واقعا زحمت کشیدند، ایشون هم
تشریف دارند و به ما کمک خواهند کرد. جناب استاد طاهری، اگر ما تشریف میارید تشریف بیاورید بالا، که خواهش میکنم که ما لایو رو دیگه آغاز کنیم. جناب استاد طاهری، من براتون درخواست فرستادم، لطف کنیم عزیزانم تشریف آوردند. دوستان، یه مطلبی که هست، خواهش میکنم در هنگامی که دارین استاد صحبت میکنن، مطالب و فرمایش میکنن، پرسش نفرمایید، چون هم مطلب قطع میشه و هم اینکه ایشون نمیتونن از پاسخ دادن به شما دوستان صرف نظر کنن و مطلب خراب میشه. خواهش میکنم اجازه بدید وقتی که جناب طاهری یا بنده حقیر مطالب رو آغاز کردیم، برای پرسش اون موقع تشریف بیارید. سپاسگزارم. جناب استاد طاهری، من براتون درخواست فرستادم قربان. من دوبار براتون درخواست فرستادم، امیدوارم مثل شبای قبل نشه. جناب بالایی، من شما رو ندیدم، اگر تشریف دارید شما یه پیام بفرمایید لطفا. جناب طاهری پاسخ میفرمایید به بنده؟ من هم از صفحه پاسخ دادم فرستادم خدمتتون، هم از طرف خودتون فرستادم. جناب استاد طاهری، کامنتو خاموش کنم؟ بله جناب بالایی، درود بر شما. جناب طاهری، خیلی خوب، پس تا استاد طاهری تشریف بیارن، جناب بالایی آمادگی دارین شما تشریف بیارید؟ لایوشون رو زدن. خیلی خوب، ما مطلب رو آغاز میکنیم. دوستان ببینید، در دوره‌ای که ملت ایران بعد از 26 سال نبرد بیجا و بیدلیل با امپراتوری روم، که این نبردها رو خسرو پرویز متاسفانه تحمیل کرد، در جایی که میتونستیم ما با درخواست صلحی که رومی ها کردند، کشور به مساحت دوره هخامنشیان رسیده بود و پیروزمندانه نبرد و خاتمه بدیم، خسرو پرویز با نادانی و زیاده خواهی میادش و ببندم کامنتارو رو، چشم میبندم، میادش و جناب استاد طاهری برای من، چون کامنت ها رو بستم، چیز بدید لطفا، حتی نه کامنت ها باز باشه، دوستان مطلب بنویسن. عرض کنم به حضورتون که این نبرد های 26 ساله نه تنها ما رو ضعیف کرد، بلکه رومی ها رو هم ضعیف کرد. بر اساس آنچه که دانشمندان تخمین میزنند، ارتش ایران و ارتش روم هر کدوم 200,000 سرباز و افسر از دست دادند. در اون دوره دقت کنید، یک سرباز برای اینکه ساخته بشه و آماده میدون نبرد بشه، مثل امروز نبود که تو 6 ماه، تو حتی تو 45 روز شما بتونید یه سرباز رو آماده کنید و به میدان جنگ بفرستید. سالیان سال طول میکشید. دقت کنید، سواران ویژه که بهشون میگن کاتافراکتا و سواران ارتش ساسانی بودن، تماما زره پوش، اینها 7,000 نفر بودند. 7,000 نفر، یعنی کل ارتش ایران، زبد سوارانش و کسانی که آموزش دیده بودند، بر اساس مثلا در دوره خسرو پرویز 7,000 نفر بودن اینها. پس ببینید، از دست دادن 200,000 سربازی که خسرو انوشیروان
از خودش به میراث گذاشته بود برای حفظ کشور. توسط نادان زیاد خواهی به نام خسرو پرویز چه به روز میهن ما. به هر حال از اون طرف در صحرای عربستان اسلام ظهور کرد. محمد ابن عبدالله اعراب رو با کلام خودش متحد کرد. اینا حالا ایدئولوژی دارن. قبلا با هم می جنگیدن بر سر اسب، بر سر زن، بر سر اما الان یک ایدئولوژی دارن. همه با هم با اون ایدئولوژی متحد شدن. این ایدئولوژی دیگه اجازه نمیده با هم بجنگن. پس با کی بجنگن؟ اینها دقت کنید، برخلاف ایرانی ها، رومی ها، یونانی ها، اعراب کشاورز نبودند، صنعتگر نبودند. اینا یا تجارت میکردند یا جنگ. حالا برای خلفای راشدین که بعد از وفات حضرت پیامبر ابوبکر و بعد عمر ابن خطاب، اینها با یک تجمع زیادی از مردان ناآرام و جسور در یک منطقه محدود مواجهند. دانشمندان از پدیده نام میبرند به نام خزش. این خزش به این معناست که وقتی در یه منطقه محدودی جمعیت فراتر از منابع منطقه هست، عده زیادی از اون جمعیت میان مهاجرت میکنن، از اون منطقه خارج میشن. این موضوع برای ما آریایی ها هم بوده. ما از منطقه سرد که حالا میگن در منطقه سیبری بوده خزش کردیم، به خارج از محیطمون پرتاب شد. ترک های آناتولی چندین بار این اتفاق افتاده. شما میبینید سلجوقیان، غزنویان، اینا به صورت قبیله و طایفه از منطقه خارج میشه. توی منطقه عربستان برخلاف مناطق دیگه زلزله نمیاد، اگرم بیاد ساختمونی نیست، سیل نمیاد، بیماری نمیاد به خاطر منطقه، آب و هوای اون منطقه. یعنی اتفاقات طبیعی که تو مناطق دیگه مردمان رو میکشه، مرد جمعیت رو کم میکنه، مثلا در سال آخر پادشاهی خسرو پرویز در 628 میلادی، دوستان تا اونی که اومده پیش بینی میشه یک سوم، حتی بعضیا میگن نیمی از مردم ایران رو قتل عام کرد. خب این اتفاقات در عربستان نمیفته، این جمعیت کم نمیشه. حالا این جمعیت زیر پرچم یک ایدئولوژی جمع شد. اصولا در تاریخ وقتی که قبایل جنگجو دارای یک رهبر کاریزماتیک و باهوش قرار می گیرند، مانند سیلی به سمت مناطق شهرنشین و متمدن جاری می شه. این اتفاق در زمان چنگیزم اتفاق افتاد. ببینید، خواهش میکنم باز نگید که حضرت پیامبر با چنگیز. ما داریم راجع به بحث تاریخی صحبت میکنیم، بعد الان بحث مذهبی سیاسی. خواهش میکنم به هیچ عنوان واردش نشید، بحث ما فقط بحث تاریخیه. خب پس موضوع این نیست که ما بخوایم پیامبر رو با چنگیز و آتیلا خدای ناکرده مقایسه کنیم. موضوع اون کاریزمایی که یه رهبر داره. این اتفاق در زمان چنگیز میفته. یه رهبر کاریزما میاد، تمام قبایل رو با هم متحد میکنه، اینا مانند سیلی میان و ایران و چین و تمام اون مناطق رو در مینوردن. در زمان آتیلا این اتفاق میفته، در زمان تیمور این اتفاق میفته، یه رهبر کاریزما. منتها این دفعه تفاوت اینه که هم رهبری مثل پیامبر. ببینید
محمد ابن عبدالله یکی از هوشمندترین و زیرکترین مردان تاریخ بود. حرکات سیاسیش فوق‌العاده است. بی نظیر. آقای مبین، من دفعه دیگه شما را از لایف خارج خواهم کرد. خواهش کردم دوستان لایو رو به انحراف نکشید. خواهش میکنم. به هر حال دقت کنید که محمد با اون هوش و زیرکی سیاسی خودش یک ایدئولوژی بی‌نظیر گذاشته که تا امروز هم داره برای مسلمانان کار میکنه و اون ایدئولوژی عبارت از ایدئولوژی شهادت. در میدان نبرد چه بکشی بهشت مال توست، خونه طرف، زن و بچه، ثروت، همه چی مال توست، و اگر کشته شوی در اون دنیا بهشت مال شماست، حوریان در اختیار شما هستند و نبرد قادسیه قربان و ثروت در انتظار شماست. این فلسفه شهادت تا امروز هم برای مسلمانان کار کرد. من ورود یکی از فرماندهان بسیار محترم تکاوران دریایی جناب آبدی رو سپاس میگم. بسیار سپاسگزارم از ایشون و تمام تکاورانی که اگر حضرت فردوسی بود جناب آبدی شهنامه‌ای در وصف شما و قهرمانی های شما تکاوران نیست. دقت بفرمایید، این فلسفه شهادت امروز هم کار میکنه. بی نظیره. بکشی کشته شوی پیروزی، بکشی کشته بشوی شما پیروزی. به هر حال در نبردهایی که اعراب انجام میدن در قسمت شرق، در قسمت غرب و میرن به سمت مناطق رومی ها، پیروزی پشت پیروزی به دست میاد. در سه نبرد بزرگ یرموک، اجنادین و دمشق سه پیروزی به دست میارن و شام ثروتمند به دست اعراب. رابطه ما با عرب ها دوستان عزیز دقت بفرمایید به این صورت بود که اینها در پشت مرزهای ایران توایفی بودند، برای دزدی وارد خاک ایران می شدند، گاوی گوسفندی می دزدیدند و بعد مرزبانهای ایرانی به دنبال اینا. دقت کنید هموطنان عزیز و نازنین عرب زبان ما جزء اون اعرابی که من نام میبرم نیستند. اونها اعرابی هستند که از یمن، از داخل صحراهای عربستان برای غارت و برای چپاول به میهن ما تاختند. به همین دلیل یزدگرد وقتی که هیئت مسلمانان میاد به دربارش میگه ما به شما محبت کردیم، هر وقت گرسنه بودیم بچه هاتون رو سر دست می گرفتین می اومدین که بچه هامون غذا ندارن، به شما غذا می دادیم. هر وقت حبشی ها سیاهان حمله می کردن ما به کمکتون می اومدیم، امروز چرا به میهن ما تاختیم؟ و اونا هم با بیحیایی تمام میگن اون موقع ضعیف بودیم، الان قوی است. اون موقع ضعیف بودیم، الان قوی هستیم، پدرتون هم دارم. دقت کنید آنچه در مرزهای ایران اتفاق می افتاد
همیشه توسط مرزبانهای ایرانی این دزدان عقب رو میشه. دو تا دزد هستند که حالا تو داستان ما خیلی خیلی اینا مهم. یکی از این دزدان شخصیه به نام مصنع، مصنع ابن حارس. این مصنع ابن حارس شیبانی شاید یکی از بزرگترین دلایل حمله اعراب بر ایران. چندین بار تو این سالهایی که میهن ما در ضعفه میاد، ای روستا به روستا میاد جلوتر، میبینه برخلاف گذشته مرزبانهای ایرانی نمیان، دنبالشون نمیکنن، کار به کار اینا ندارن و متوجه میشه که در ایران همه چیز از هم پاشیده. دیگه کسی در مقابل اینا نیست که مثل گذشته دنبال اینا کنه. همینطور جسورتر میشه و میاد نامه مینویسه به ابابکر که آقا در من بهوش باشید، ایرانی ها در موضع ضعف هستند و ما میتوانیم بیا. عمر خالد ابن ولید رو میفرست، ابوبکر خالد ابن ولید رو میفرسته. صحبت ما در منطقه حیره اتفاق میفته. این منطقه حیره عراق عرب امروز، جنوب عراق عرب، رود فرات یک قسمت میشه مرز ایران، دجله تیسفون قرار داره، رود فرات پشت منطقه حیره. حالا قبلا یک باهوش پادشاهان بزرگ ایران، یک دولتی اونجا ما داشتیم، یه دولت دست نشانده. این دولت دست نشانده هم از مرزهای ما مواظبت میکرد و هم اینکه اون منطقه رو حفاظت میکرد که اعراب وارد خاک اصلی ایران نشه. خسرو پرویز میاد، این دولت قسانیان هم از بین با بیعقلی تمام و باعث میشه که اعراب به راحتی بتونن وارد خاک ایران بشن. خالد میاد حیره رو به خون میکشه در نبردی که سربازان ایرانی با جان و دل می جنگند. یک شبانه روز اسرا رو گردن می زن و نهر رودخونه آنچنان از خون پر میشه که اسم اونجا رو می زارن نهر و دم، رودخانه خون. به علت اینکه به خالد نیاز بود در سوریه و شام، خالد فراخونده میشه. در این موقع مصنع میاد به همراه ابو عبید ثقفی، پدر همین آقای مختار، همین آقای مختار، ابو عبید ثقفی میادش و با عده‌ای از سربازان خودش به این حارسه شیبانی میپیونده و وارد ایران میشه. در مقابل اینها یک فرمانده رشیدی میره به نام بهمن مردانشاه یا بهمن جادوگر، در منطقه‌ای که به نام قیس و ناطف است و روستایی به نام بانقیا در اون اطراف است یا بانقیا. یه ایرادی که دوستان تو این کتابای ما هست اینه که ا او نداره و خواهش میکنم اگه دوستانی به عربی چیز دارن در جایی که من احیانا ا اوها رو اشتباه میگم، خواهش میکنم همکاری بفرمایید. بهمن جادویه یا جازویه، هم جادویه میگن هم جازویه، با دالزا میاد
برای اعراب یک دام زد. فیلها و نفراتش رو در پشت منطقه پنهان میکنه. اعراب که از جسر یا از پل رد میشن، اعراب رو محاصره. از 7000 عرب 4000 نفر قتل عام میشن، 1000 نفر گم و گور میشن و 2000 نفر با مسنا که به شدت مجروح شده میتونن فرار کنن. البته ابو عبید ثقفی با دلاوری میاد، یک نیزه رو در دست میگیره و میکنه به چشم فیل بزرگی که در لشکر بوده. در اثر پایمردی اون و کاری که ابو عبید ثقفی میکنه، باعث میشه که این 2000 نفرم نجات پیدا کنه. در حقیقت آخرین پیروزی سلسله ساسانی در تاریخ همین جنگ. وقتی که و میخواد بهمن جازویه از مرز بگذره و بره باقی مونده اعراب رو که در نزدیک کوفه برای خودشون دارن محلی درست کردن. این کوفه شهری بود که در اون تازیان مجتمع می شدن، آمادگی پیدا می کردن و می رفتن. واسه اینه که شما می بینین کوفیان آدمای اصل و نسبداری مثلا مکه نیستن، مثلا مدینه نیستن. از هر جا هر کسی اومده و اونجا یه شهری، یعنی ببینید یه شهری که اون اصل و نسبی که شهرهای دیگه دارن رو نداره. خب وقتی که بهمن میخواد اینا رو دنبال کنه، پیکی میادش و اعلام میکنه که پادشاه در خطره، در تیسپون گارد سلطنتی شورش کرده، جان یزدگرد در خطره و بعد و به این وسیله اعراب نجات پیدا. ترسی که از این پیروزی در جان اعراب میفته آنچنان هستش که تا مدتها فکر حمله به ایران از سر عمر خارج میشه. حتی ما یه جمله‌ای داریم از عمر، میگه آرزو دارم کوهی از آتش میان ما و ایرانیان باشد، نه دست ما به آنها برسد نه دست آنها. به هر حال بعد از نبرد جسر عمر میاد، حالا توی دمشق پیروز شدن، اعراب برگشتن. میخوام برگردم به صحبت اولم و طالب جنگ. اینا یا باید میموندن با هم میجنگیدن یا باید خارجشون میکرد. سعد ابن ابی وقاص که برادر حضرت خدیجه همسر محبوب پیامبر هستش، به سرداری لشکر انتخاب میشه. این سعد ابی وقاص آدم بسیار ورزیده ای، سوارکار دلاوری، تیرانداز بسیار خوبیه و ما در ادامه خواهیم دید که یه فرمانده لایق هم هستش، فرمانده ای هستش لایق. حالا میخوام برگردم به داخل ایران. شما روز نبرد قادسیه رو داشته باشید، سعد ابی وقاص داره لشکر جمع میکنه. برگردیم در داخل ایران ببینیم چه خبر. در داخل ایران در 628 خسرو پرویز توسط داییای خودش به بند و بیستام گردن زده شد. البته مردانشاه پسر محبوبش که از شیرین داشت، جلوی چشاش گردن زدن و بعد خسرو پرویز رو به قتل رسوند. در 4 سال 12 نفر بر تخت پادشاهی ایران نشست. شما ببینید در میهن ما چه هرج و مرجی بوده.
در 4 سال 12 نفر که 2 نفر از اینا دختران خسرو پرویزن، پوران دخت آذر میداد. هر کی از راه میرسه این اینو میکشه، اون اونو میکشه. و در این میان نقش موبدان زرتشتی که برای خودشون کاخها دارن، فقط دنبال ثروت اندوزی هن. و فقط به دنبال ظلم بر مردمان. به چه وسیله؟ با نوشتن قوانین جدید و با روایت های دروغ آوردن در دین زرتشت. تمام اینا دست به دست هم میداد تا ظلم رو بر این مردم بیچاره ایران بیشتر و بیشتر کنه. یعنی در جایی که خسرو انوشیروان بود و ما روایتی داریم از پیامبر که شیخ طوسی هم آورده این، من در زمان پیامبری عادل به دنیا آمدم، این روایتی از محمد ابن عبدالله، من در زمان پیامبری عادل به دنیا آمدم. حالا جالب میدونی چیه؟ من اینو به سال سوم راهنمایی به معلممون گفتم، گفت این روایت دروغه. گفتم آقا شما حالا مثلا اگه پیامبری به پادشاه ایران گفته باشه عادل، شما ناراحت میشید؟ حالا این مثلا به پادشاه هلند میگفت عادل، شما اصلا ایرادی نداشت، ولی چون به پادشاه ایران گفت شما همه ناراحتید. آقا من کلاس کردم بیرون، یه هفته بعدم با پدرم اومد. به هر حال دوستانی که تصویر خرابه، من کاری از دستم بر نمیاد متاسفانه. در داخل ایران هیچ کی به فکر مردم نیست و کشور از هم پاشیده. وقتی پادشاه قدر قدرتی نیست، حکام و فرمانداران همه دنبال این هستن که برای خودشون یک قدرتی به دست بیارن، یه شاهی، یه پادشاهی را بندازن. در ایران دنبال اینن که یک نفر رو پیدا کنن که خون ساسانیان در رکاش باشه. یکی از بدبختی های ما همین فره ایزدی در تمام نقش های ساسانی شما میبینید اهورامزدا حلقه ای رو با یک دست داره به پادشاه میده و پادشاه میگیره. حالا من داشته باشم اینجا براتون نشون میدم. اون فره ایزدی است. فره ایزدی بابت چیه؟ از روح خود، اون چه در اسلام هم ما داریم، از روح خود دمیدن در روح و نژاد ساسانی. و همین خاطر حضرت فردوسی میگه که در شعرش میگه که رستم فرخ هرمز، سپه سالار خراسان و سپه سالار ایران، به برادرش میگه تخمه ساسانیان رو نجات بده. به هر حال خبردار میشن بزرگان کشور که یه بچه ای، یکی از کنیزکان خسرو پرویز باردار بوده، از ترس جونش فرار کرده، رفته تو آتشکده استخر پارس در نزدیک شیراز پنهان شد. میرن از تو زیر زمین اونجا یه پسرک 8 ساله رو بیرون میکشن، پسری که تمام عمرش رو با ترس و لرز پنهان شده در گوشه ای، در زیر دامن مادرش. حالا ایشون میادش و پادشاه ایران زمین میشه.
اونم در وضعی که اعراب دارند با اتحاد کامل به سمت ایران میان، در بدترین وضعیت. تو این وضعیت باید پادشاهی باشه مانند خسرو پروی، مانند خسرو انوشیروان، مانند شاپور اول، مانند اردشیر بابکان. نه یه بچه 8 ساله که زیر دامن مادرش پنهان شده تو زیر زمین آتشکده از ترس جانش. ببینید همه عوامل دست به دست هم داد. بله، برای استاد تایری براتون فرستادم، جناب استاد تایری درخواست رو فرستادم، شما هم دوباره خواهش میکنم بفرستید برای من. من هر بار با جناب استاد تایری این مصیبت رو متاسفانه داریم. جناب استاد تایری شما درخواستی برای من نمیفرستید متاسفانه، ولی من روی اسمتون اجازه بدید دوباره من براتون فرستادم. الان عرض میکنم چند نفر بودن عزیزم، چند نفر بودن که یکی دوتا نبودن، تمام قبایل یمن، عربستان، اردن، هر کی بودن مثل سیل روانه شدن به داخل. جناب طاهری من براتون شاید 3 بار 4 بار الان فرستادم. دوباره الان فرستادم. چرا کامنت ها رو ببندم؟ بذارید اگه کامنت ها جناب استاد طاهری هستند یا دوستای دیگه من بشناسم که مطلبی دارن. من خیلی بله دیدم جناب استاد تاری، ولی نمیتونم بیام بالا، من نمیدونم چرا اینطوریه. به هر حال والا من مرتب جناب استاد تاری رو درخواست میفرستم براشون اجازه